جناب صاحب رازی خان، همچنان آقای صاحب قادر خان، آقای همایون همایون، آقای صاحب حضرت علی و سایر وکلایی که از ولایت‌های مختلف از فرا و بدخشان و هرات و کنر و جنوبی و خشمال بیزو که اینا یک جای جمع شدن و اعلامیه دادن و پشتیبانی کردن از ما، جان قدردانی میکنم. فرماندهان جهادی، جامعه مدنی، محسن سفیدان بغلان، جوانان عزتمند و غیرتمند، اهل دانشگاهیان و معرفت، تجاران و پیشتر گفتم خانم ها، که حتی خانم ها گریه کردن، اشک ریختندن و ما که قابل قدر بود، گفت پشت تلویزیون نشسته بودیم با اولادای ما آرام، وقتی که اعلان شد گفت ما را با اولادایم گریه گرفت که چی شد، سرنوشت ما داینده چی میشده باشه. یک دفعه پیش من گریه شد، مرتون خواهر دل نظر که هر ولی را که باز اگر اینجا توافق شد بیاریم، هم اول خیلی نمیگیریم و اگر آوردیم هم باز ما در کنارتان انشاءالله هستیم. از احزاب سیاسی محترم، عزیز به وحدت مردم افغانستان و جنبش ملی، یعنی در مجموع شورای ائتلاف که شامل شورای انسجام عربا، ترکمنها، قزلباشا، بلوچا، نهضت ملی، نهضت مقاومت، حزب بیداری، حزب حرکت آقای سید مهدی آقا و دیگر حرکت های ما، حرکت مردم، حرکت ملت بود و مردم بود، همه اینا و شورای انسجام احزاب سیاسی در شمال که از کل اینا من قدردانی و تشکر میکنم که اینا یکسره با ما در کنار ما استاد شدن و بدون شک ما را روحیه دادن و یا قابل قدر است. همچنان کسایی که از لیست باقی مانده در پولی همیسون اسماعیل خان، زدران صاحب و دلدار صاحب، بنیاد احمد شاه مسعود شهید، سفیس محمد ولی خان، لاله احمد زی و سایر دوستایی که از قید قلم مگر مانده باشند. جناب صاحب دوستان و استاد محقق استثنان با ما همکاری کردن و هر لحظه به تماس بودن، تشویش خودم میگفتن و حمایت خود. جناب صاحب دوستان بیخی گفت که نمی چیزی که جمعیتی و جنبشی در ولایت ها هست کلش تحت امر تو، هیچ تشویش نکو، هم نیروی مردمی دارن هم خودشان با تمام توان در خدمت شما هست. استاد صاحب محقق هم عین چیز چیزی دیگری که میگم، بیشتر گفتم که یگانه مرجع تصمیم گیرنده ما شورای رهبری جمعیت در رأسش محترم سلیمان خان ربانی است. ما کسی دیگر را نمیشناسیم. ریاست اجرایی در باره ما دیگر تصمیم گرفته نمیتونم اگر هم جمعیت طرف مذاکره با جمعیت با دولت جمعیت اسلامی است و بس. ما مذاکره کسی دیگر کار نداریم. سپیدار میداند مشاورینش، ماش گرفتنش و پیسه خرج کردنش و دوان اون مخواه کافی است دیگه که اگه مذاکره خارجی بکنه و پیسه بگیرن و آرام خیر و سلام خیر داشته باشن با ما برشان کافی است و ملت دیگه با اونه اینه چی. نکته مهمه که من یاد میکنم که هشدار من هم به هر کس هم به سپیدار، شما در رابطه با خواسته های غیر موجه، غیر قانونی، غیر اخلاقیتان از حضور جامعه جهانی استفاده دروغ نبرید. شما از امریکا و انگلیس دیگه در برابر ما نام نبرین که والا امریکا کردی ماست، انگلیس کردی ماست، شما را ما توسطون را میزنیم. ما دیگه پا نمیترسیم. یک بعدی منطقه داریم که این کشورها برای رشد معارف و دموکراسی و عدالت و حکومتداری خوب و تشکیل حکومت با قاعده وسیع و با این چیزا اینا آمده. اینا صد جنجال دیگر هم در منطقه در برنامه استراتژیک خود دارند. در برابر خشم ملت افغانستان خود برابر نمی کنند. و اینا هرگز میلیون ها انسان افغان مسلمان برای دو تا دکتر نمی فروشه. یا برنامه خود داره. و یکی از برنامه هایشون این است که این حکومت تا منزل آخرش باید بره. بره تا منزل آخرش. ولی ما حق خود می خواهیم. اصلاحات خود می خواهیم. ما اضافه چیزی نخواستیم، هیچ چیزی نگفتیم. باز تکرار میکنم که ارگ و سپیدار از حضور جامعه جهانی برای خواسته های نامشروع غیر قانونی خود استفاده نکنند.
و توسط امریکایی ها و انگلیسی ها برای ما مرگ و ترس نشان نتین. کی برای خودتان نقص میکنه؟ معلوماتی که ما داریم، تماسی که ما با دوستای بین المللی داریم، اونا میگن ما هرگز در کار و امور داخلی شما مداخله نداریم. شما میدارین بر شکل سازش که سازش میکنین، البته بدون خشونت به فیصله خود برسید. ما گفتیم که ما طرفدار خشونت نیستیم، خشونت نمیکنیم. هرگاه اینا عقل و منطقی را نداشتن که از رای مسالمت‌آمیز دوستانه این مسئله حل شوه و اینا کوشش کنن که با قوی قریه برای ما زور نشان بدن و حق ما را تلف کنن، دفاع حق مشروع ماست. خب چهره دکتر صاحب گفتم که از زمان نفاق افغانی میان رهبر شهید و قهرمان ملی که آدم کار کرده ای رابطه، شما از بعضی برادرای پنجشیری پسان گفت که چقدر به نظر عمر صاحب بد کرده بود و از عمر صاحب فاصله داده بود. چند بار مشکلات بین استاد شهید و عمر صاحب شهید اینا ایجاد کرده بودن. فیصل بن خانه خبر دارین که در بن شش تن و یک سره ما را تمام ارزش های ما را سودا کردن، جزی که خودش در یک دونه به خود چوکی گرفتن، ولی در اینجا قانونی سبب در گردنش تومت کردن. تمام کار در بن ای آدم کرده و دابن بنز میگه چی میگه؟ دابن بنز میگه یک نام داشت، یک کتاب که نشه کرده بود خاطرات خدا دوام ذکر شده که گیتس نیست، بنز رابط گیتس خود وزیر دفاع بود. خواهیم یک نام انگلیسی یادم میاره، رابط گیتس خود وزیر دفاع امریکا بود یک دوره. در اونجا که بخوانیم فهمیده میشه که قانونی صاحب هیچ نقشی نداشته، اما اوی بیچاره را تمام ملامتی را در گردن قانونی صاحب زده بودن، ولی کلی کار خود ایدم کرده بود. و خیانتی اخیرش که برابر شهید بسیار توهین کردن، به حدی توهین کردن که یعنی اگر ما یوز رهبر شهید می بودم خازیا خو به انتقام خو نمی موندم، اما اون پدر بزرگوار بود، به اینا بسیار رحم کرد، بسیار بسیار لیاس کرد، خصوصا وقتی که اینا خانه نشین شدند. فکر می کنم گپای من دیگه به آخر باید رسیده باشه. دوستا از اینکه زیاد کسا گپ هم زدن و من زیاد گپ زدم دیگه شما را اذیت نمی کنم و تمام جریان برای تان گفتم. انشاءالله با مشوره میریم. از همه کسا دوستای ما خواهش ما است که حرکت مدنی، حفظ آرامش، در صورت ضرورت حرکت مدنی و نافرمانی مدنی، فعلا حفظ آرامش که هیچ حرکتی از جانب ما بیرون زد داده نشود. امروز برادران ما از ولایت‌های مختلف با دنیای از احساسات آمده هستند که دست به کاری بزنند. اینقدر فاصله و نفرت از حکومت زیاد شده، ولی ما به خاطر که جمع کرده نمیتونیم، خواهش ما است که نه، حوصله حوصله حوصله. هرگاه که ما جواب منفی گرفتیم آمادگی داشته باشین با کل دوستایتون از طریق فیسبوک ها و ارتباطات برسونین، آمادگی داشته باشین که بازو حرکت معرکت مدنی است. در حرکت مدنی هم گوش شنوا پیدا نشد، بازو حقیقت تصمیم با مشوره شورای رهبری با اجازه اونا تصمیم دیگر خواهد گرفته شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.